اوضاع جنگ و صلح افغانستان از سیاست‌های آمریکا اثرپذیر بوده است. اکنون که قرار است دونالد ترامپ جمهوری‌خواه جایش را به جو بایدن دموکرات بدهد، شهروندان کشور انتظار دارند که جنگ در افغانستان پایان یابد و صلح در افغانستان از اولویت‌های راهبردی آمریکا برای جنوب آسیا باشد. آقای ترامپ هم سیاست ناکام بازی که در افغانستان، حالا که آقای جو بایدن آمده، فکر نکنه که اینا سیاست خوبی را بازی کنه. تحلیلگران جو بایدن را از چهره های پشتیبان پاکستان می دانند، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا در دوره کاریش بر بهبود روابط هند و آمریکا تاکید داشته است. نگرانی های وجود دارند که شاید آقای بایدن برای نابود کردن لانه های هراس افغانان در این کشور بر پاکستان فشار لازم نیاورد. شناخت کافی از پاکستان و افغانستان داره و به باور ما روی کردش و دیدگاهش در مورد جنوب آسیا و نقش ایالات متحده آمریکا پیرامون افغانستان به مراتب بهتر از وضعیت کنونی و دکترین آقای ترامپ خواهد بود. در کنار جو بایدن، چهره هایی که به تازگی در کابینه و تیم امنیت ملی او چون ریاست سازمان استخبارات مرکزی آمریکا نامزد شدند هم بر بیرون شدن نیروهای آمریکایی و پایان جنگ این کشور در افغانستان تاکید ورزیدند. با افغانستان نظر مساعد نخواهد داشت آدم، چون که از جنگ خسته هم معلوم میشه. زمانی که سمت معاونت ریاست جمهوری را داشت، در او وقت هم برخورد شایسته با مقامات افغانستان نداشت آدم. با این همه پاکستان امیدوار است که روابط پاکستان و آمریکا بر صلح در افغانستان متمرکز باشد. چنانچه دستیار نخست وزیر پاکستان در امور امنیت ملی به تازگی گفته است که روابط پاکستان و آمریکا باید بر بنیاد همکاری دو جانبه بهبود یابد، نه بر بنیاد کمک‌های مالی.